نشستی که جدیداً قرار بود برگزار شود، نشست استانبول. با آغاز گفتگوهای صلح طالبان با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته در دوحه قطر تاکنون نتیجه ای نداشته است و شماری از بانوان در ولایت بامیان تا کنفرانس مطبوعاتی نگرانیشان را از اینکه گروه طالبان در قدرت بیاید و دوره سیاه طالبانی برای زنان افغانستان تکرار شود ابراز کردند. در همین حال این بانوان نگران آینده ایشان پس از صلح است. آنان میگویند که محاکم صحرایی از سوی گروه طالبان در نقاط مختلف افغانستان جریان دارد و با شریک شدن آنان در قدرت زنان نگران آینده ایشان هستند. که طالبان در این قسمت آمدند وارد بازی شدند و یک طرف مذاکره را تشکیل دادند و میبینیم که دارن از یک دست بالایی هم بازی میکنن، به خاطر از اینکه میبینیم در نشستی که جدیداً قرار بود برگزار شود، نشست استانبول، حاضر نشدند. فانه ما در این روزها شاهد از این هستیم که در بعضی ولایات افغانستان قوانین طالبانی یعنی دوره امارات اونا داره تطبیق میشه. ولایاتی هست که خانوم ها علنی، البته ولایتی که تحت تسلط طالبان هست، زنا سنگسار میشن یا سنگوبه زده میشن. هنوز هم هستیم و شاهد ازی هم هستیم. دختران به مکتب رفتن نمیتونن. دروازه های دختران، مکاتب دخترانه بسته است. زنان از حقوق اولیه خودشان که رفتن از خانه بدون محرم باشه یا که انتخاب داشته باشه در ازدواج خودش، در طلاق گرفتن خودش یا موضوعات دیگه، هنوز زنان از حقوق اولیه خودشان برخوردار نیست با شرایط فعلی که ما شما داریم. خیلی چیز واضحی هست که ما نگران از این هستیم که خدایی نکرده بعد از توافق صلح یا مذاکره با طالبان ما دوباره همو تجربیات تلخ دوره طالبان. در دو دهه گذشته بانوان در عرصه سیاست، تجارت، فعالیت‌های فرهنگی و حقوق بشری رشد چشمگیری داشتند، اما این بانوان می‌گویند که حضور نماینده زنان در گفتگوهای صلح کم رنگ است. نبودی نماینده زن هست که مخاطب خاص ما در قسمت دولت افغانستان هست. دولت افغانستان در قسمت اعتراضگونه می‌خوایم گپ بزنم که هنوز دولت افغانستان به حضور زنان هنوز باورمند نیست. وقتی از بین 18 نفر وقتی یک نفر زن نماینده انتخاب میشه، یک نفر اصلا حساب نمیشه. وقتی که گپ بزنه هیچ نماینده ای نخواهد داشت، مسئله رای گیری شوه، یک رای هیچ وقت نمیتونه سرنوشت ساز باشه. با این حال شماری از زنان ولایت بامیان از گروه طالبان وحد که در روز اخیر ماه مبارک رمضان را آتش بس اعلان نماید تا مردم در فضای صلح و صمیمیت ایدشان را تجلیل کنند. اعلان آتش بس 10 روزه تا ماه مبارک رمضان. رمضان ماه عبادت، بخشش و مصالح است. با این نیت زنان افغانستان از گروه های درگیر میخواهند تا سلاح های خود را به احترام این ماه بر زمین گذاشته و 10 روز اخیر ماه رمضان را آتش بس اعلان کنند. این اقدام نیکوست، اجازه میدهد تا تمام افغان ها در فضای صلح آمیز از عید فطر تجلیل نموده و نیز سبب اعتماد سازی قبل از گفتگوهای صلح خواهد شد. در همین حال با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی زیادی در بین مردم به وجود آمده است، اما امیدواری مردم این است که گفتگوهای صلح در شهر استانبول ترکیه نتیجه بخش باشد و صلح در افغانستان بیاید. علی سامی، تلویزیون بامیان.